دولت ایران رو شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ساواک، نهادی که شاه آن را چشم و گوش خود می دانست، در این لحظات بحرانی عملاً فلج شده بود. رئیس پیشین آن ارتشبد نصیری در زندان بود و رئیس جدید آن سپهبد ناصر مقدم رابطه میان شاه و مخالفان. دیگر در میان مردم دیوار توهم و رعب از ساواک شکسته بود و به گفته احسان نراقی از ساواک هم کاری ساخته نبود. ساواک عبارت از 6-7 هزار کارمند بود که اینا کارشون میکردن اکثرا جاهای پوشیده و مخفی و در حدود 100 هزار خبرچین به اصطلاح که اینا کلشون به خاطر داشتن ارتباط با یه مقام قوی مثلا دولتی مثلا بود داخل حساب بودن خبر میدادن. معلم بود، شاگرد بود، کارگر بود، کشاورز بود، نمیدونم کارمند بود که من در زندان بعد که با اینا برخوردم دیدم آدم های دقیق بودن، آدم های مرتب بودن، برعکس بعضی ها میگن مثلا آدم های نادرست نبودن اکثرشون، ولی اینها مثل مهره بودن، یعنی ماشینی کار میکردن. و به گفته داریوش و همایون اطلاعاتی را هم که ساواک گرد می آورد نمی توانست درست تحلیل کند. دستگاه های اطلاعاتی ما که مکرر هم بودند و موازی هم بودند و کار هم دیگر را هم احتمالا مختل می کردند، ولی از نظر تحلیل بسیار ضعیف بودند، چون سازمان یافتن دستگاه های اطلاعاتی ایران اصلا در یه شرایطی انجام گرفته بود که کمتر اجازه می داد کادرهای درجه اول درش راه پیدا کنند یا بمانند، جز چند تای معدودی. بقیه تربیت فرهنگی لازم رو برای این کار نداشتند. احسان نراقی از قول سرلشکر پاکروان رئیس ساواک در اوائل دهه 40 نقل می کند که شاه خود تمایلی به تحلیلات ساواک نداشت. می خواست مرحوم پاکروان می خواست ساواک رو یه مرکز تفکر اندیشه بکنه، ولی شاه قبول نکرد. من یادم هست که این پاکروان که بچه دو سفیر ایران در پاریس، یه شب من باش تنها حرف میزنم، موقع من یونسکو بودم 1971 و 2 گفتم تیمسار شما که آدم روشنی بودید و میتونستید مسائل رو برای شاه تحلیل بکنید، چی شد که شاه شما رو برداشت؟ گفت حقیقتش رو شما میگم، شاه خوشش میمد که وقتی از من سوال میکنه راجب فلان شخص نظر شما چیه، من آنم بگم اینجور یا بد یا خوب، اونجا که اون دلش میخواد. من گفتم قبلا من باید برم مطالعه کنم، هفته بعد براتون بیارم. شاه خوشش نمیمد، ولی بعد نصیری این کار میکرد راحت تر بود باش. یعنی شاه نمیخواست که دستگاه اطلاعاتی بهش اطلاع بده. دیکتاتور به جای میرسه که از دستگاه اطلاعاتی اونو میخواد که خودش آرزوشو داره، اگه بیاد یه گزارشی بده ضد نظرش ناراحت میشه و طبیعتا به تدریج در دستگاه دیکتاتوری دستگاه اطلاعاتی میشه یک آینه ای از تفکرات و اندیشه های مقام رهبر، مقام دیکتاتور و فرمانده. و ابوالحسن بنی صدر میگوید ساواک حتی اطلاعات صحیح هم جمع نمی کرد. قدرت هیچی نداشت. در واقع چیزی بوده فقط متخصص ضرب و شتم و شکنجه و داغ و درفش. بعدم متمرکز روی گروه های خاصی. خارج اون گروه ها هیچ اطلاعی نداشته از این تحول عظیمی که در جامعه در حال شدن بوده. یکی دو بعد دو این که اصلا فساد درش نفوذ کرده بوده و یه سازمان های از این نوع به محضی که فساد درشون نفوذ کرد دیگه اون برایی ندارن. ساواک هم اینجوری شده بود. و مثلا خب بعد که من رفتم ایران، همون مدت که سرپرست وزارت خارجه بودم، مدارک ساواک پاریس رو فرستادن اونجا. من این گزارشات رو میخوندم خندم میگرفت که اینا مثلا راجع ما چقدر این بی اطلاع بودن. خب طبیعی است که یکی از کارهای اساسیش باید مهار مهامی بوده، اطلاع مطلقایش اطلاعی نداشته. و این که شاه بیچاره هم اطلاعی نداشته از اوضاع قابل فهمه، به دلیلی که دستگاه اطلاعاتیش دستگاه سرکوب بوده نه دستگاه اطلاعاتی. با اوج گرفتن تظاهرات و اعتصابات بسیاری از زندانیان ساواک آزاد شدند. یکی از آنها آیت الله طالقانی بود که در ائتلاف نیروهای مذهبی و ملی و چپ نقش برجسته‌ای داشت. همون وحدتی که رژیم
از کمونیسم ایجاد کرده هنوز در دل ها هست. هیچی نیست کمونیسم نمیده. آیت الله طالقانی به عقیده مهندس بازرگان هم مورد احترام ملیون بود و هم مذهبیون انقلابی. در واقع انقلابی اون کرد. انقلابش این بود که از یه طرف رو آورد به قرآن، از طرف دیگه به عوض این که پیه پیر مردا و پیر زنها و مقدس های بازار اینجا را بیفته، مشتریاش رو، مراجعینش رو به سرا پامنبریاش رو و مستمعینش رو همین دستخونده های مدارس قرار داد. بنابراین همچون پله پله جلو رفت و یه حالت رهبری رو داشت، رهبری دینی قشر جوان، قشر متدین جوان. اومد ضمناً چون شناخته شدن بود و واقعا دارای یک اعتبار و حیثیتی در کلیه محافل به اصطلاح روحانی و هم سیاسی و هم علمی و تحصیل کرده و بازاری بود، این که معنی خیلی ارزش داشت. فرارسیدن ماه محرم فرصتی بود برای مخالفان تا مراسم مذهبی را تبدیل به تظاهرات سیاسی تمام عیار علیه شاه کنند. از روزها پیش برای راهپیمایی تاسوعا و عاشورا برنامه ریزی می شد. آیت الله خمینی ضمن مقایسه واقعی کربلا با وقایع جاری از امکان خونریزی در این مراسم نگران بود. من نگرانم از فردا و پس فردا، برای اینکه یه خبری به ما رسیده است که انشاءالله دروغ است، من هم کردم که این یه تبلیغاتی باشد، ولی خب محتمل است. با اون که اینها اعلام کردن به این که فردا و پس فردا آزادن مردم در شعائر خودشون و در شعائر مذهبی و در عزاداری آزادن، از اون طرف اطلاع دادم که یه نقشه‌ای در کار است و اون نقشه این است که یک عددی از اشرار را بین مردم با همون صورت مردم وارد معرکه کنن و اونها شلوغکاری بکنن. اونها که شلوغکاری کردن با رگبار مسلسل مردم را از پا درآورن و این البته موجب نگرانی است که فردا اینها چه خواهند کرد. هر کس ببیند یک سلطان جائری اتصاف به این امور را دارد و در مقابلش ساکت بشیند، نه حرف بزند و نه عملی انجام بدهد، پیغمبر فرموده است جاش جای همون یزید است. اطرافیان آیت الله خمینی در پاریس از جمله دکتر ابراهیم یزدی هم اهمیت ماه محرم را برای خارجیان توضیح می دادند که شاه یزید است و مظهر باطل و آیت الله مظهر حق. During the month of Muharram, the struggle against the Shah will intensify as you have seen, because they see the living symbol of Yazid in the present Shah and the living symbol of the truth in the struggle of Imam Khomeini. از سوی دیگر به گفته ارتش بود قره‌باغی، دولت نظامی در مقابله با این مراسم که علناً شکل سیاسی به خود گرفته بود دچار تشتت و تفرقه بود. جریانات تاسوعا عاشورا، من وزیر کشور هستم، ازهاری رئیس ستاد بزرگ ارتشداران نخست وزیر شده، کارهای رئیس ستاد بزرگ ارتشداران را جانشینش سپهبد حاتم میکنه، جلسه تشکیل شد شورای امنیت ملی، میخواهیم ببینیم که آیا اجازه بدهیم تاسوعا و عاشورا صورت بگیره تظاهرات یا نه. بنده میگویم که در دولت نظامی با وجود حکومت نظامی ما که میدونیم مقصود از این تظاهرات چیست، واقعا عزاداری نیست بلکه استفاده سیاسی است، باید این معنی بشود. رئیس ستاد که نخست وزیره و جانشینش رئیس ستاد ارتشه، میگوید شما اگر جلوی این تظاهرات رو بگیرید، اگر نتظاهرات بکنن و دستور بدهید که جلوی اینا رو بگیرن، ممکنه وقایع اکتبر شوروی پیش بیاد، یعنی سربازای شما گرویدن به انقلاب.
در این میان دکتر کریم سنجابی رهبر جبهه ملی که در بازداشت بود روز قبل از راهپیمایی آزاد شد. درست یک روز قبل از راهپیمایی مرا مرخص کردند. به این عنوان که ما در راهپیمایی شرکت نکنیم. از طرف سپه بود حاکم نظامی اویسی. از طرف اونم به من خبر داده شد که ما اطلاع پیدا کردیم که میخوان شما و طالقانی را ترور بکنن و پای ما تمام کنن و بنابراین شما در این راهپیمایی شرکت نکنید. منم گفتم مقدر هرچی باشه، ما اعلام کردیم که راهپیمایی شرکت کنیم. این بود که در راهپیمایی اول که از خیابان دروازه شمران شروع میشد تا دانشگاه، بنده پیاده تو جمعیت سر جمعیت بودم و شاید متجاوز از 1,000,000 نفر همراه ما آمده شد. علاوه بر الله اکبر، شعار دیگر تظاهر کنندگان جمهوری اسلامی بود. و اخباری که آن روز از تهران می رسید حاکی از مسالمت آمیز بودن این تظاهرات بود. امروز در تهران جمعیتی که عدهشان به نزدیک 1,000,000 نفر تخمین زده می شد دست به راه پیمایی بسیار بزرگ ولی مسالمت آمیزی زدند تا مخالفت خود را با شاه و دولتش ابراز دارند. صفوف راه پیمایان به اجتماعی در میدان شهیاد در کناری شهر ختم می شد و در آن میدان راه پیمایان به سخنرانی های شخصیت های مخالف رژیم گوش فرا دادند. میدان شهیاد نمی توانست تمامی جمعیت را در خود جای دهد و هزاران نفر حتی پیش از آن که به آن میدان برسند متفرق شدند. صف راه پیمایانی که به سوی میدان در حرکت بودند تا حدود 6.5 کیلومتر امتداد می یافت. مردم شعارنامه ها و همچنین تمثال هایی از رهبر روحانی خود آیت الله خمینی که در حال حاضر در پاریس به سر می برد حمل می کردند. آنان در شعارهای خود خواستار برقراری حکومت اسلامی و قطع روابط با جهان غرب می شدند. یک خبرنگار بی بی سی در تهران می گوید راه پیمای امروز با انضباط بسیار زیاد برگزار شد. هلیکوپترهای نظامی بر فراز جمعیت جولان می دادند ولی هیچ سرباز یا پاسبانی مشهود نبود. و اما در نقاطی به دور از مسیر راهپیمایی تانک ها و زره پوش های مستقر گردانیده شده بود و این خودروها راه وصول به محلات اعیان نشین حومه شمالی تهران را که کاخ شاه را نیز در بر می گیرد سد می کردند. از مراکز چند شهرستان من جمله مشهد و قم و زنجان نیز گزارش رسیده است که تظاهرات مشابهی برگزار گشته است و ظاهراً آن تظاهرات نیز مسالمت آمیز بوده است. و دکتر سنجابی در پایان راهپیمایی تاسوعا شرکت گسترده مردم را بهترین دلیل حقانیت مبارزه ملی و دینی مردم خواند. در این تاسوعای حسینی میلیون ها زن و مرد ایرانی با تظاهرات خود را به پایان دادن رژیم استبداد و اما فردای آن روز یعنی روز عاشورا مراسم عزاداری چهره سیاسی تندتری به خود گرفت. جماعات انبوهی از مردم بار دیگر در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر ایران برای شرکت در مراسم مذهبی و همچنین تظاهرات علیه شاه گرد آمدند. چنین تخمین زده می شود که تعداد جماعاتی که به میدان شهیاد روی آوردند حتی از 1,000,000 نفری که دیروز در آنجا بودند بیشتر بوده است. خبرنگار بی بی سی در تهران می گوید که تا چندین کیلومتر هیچ چیز دیده نمی شد جز جمعیت و علم و پرچم و اتومبیل. خبرنگار ما می گوید که این تظاهرات شدیدتر، خشم‌آلودتر و سرکشانه‌تر از دیروز بود و دمگیری ها و شعارها تنها مذهبی نبود بلکه حملات صریح بر شخص شاه و ولیعهد بود
و بسیاری از آنها خواستار مرگ آنها بودند. هلیکوپترهای نظامی در بالای سر چرخ می زدند، ولی سربازان مانند دیروز در پایین کوشش خود را به مراقبت از حومه شمالی شهر که قصر شاه در آن واقع شده منحصر کرده بودند. مقامات در تهران اکنون اعلام کرده اند که مدت ممنوعیت عبور و مرور که برای 2 روز عزاداری کوتاه شده بود از بامداد فردا دوباره تمدید و مقررات حکومت نظامی دوباره برقرار خواهد شد. میان رهبران جبهه ملی در مورد همکاری با نیروهای مذهبی اتفاق نظر نبود و یکی از کسانی که در این تظاهرات شرکت نکرد شاپور بختیار بود. روز تاسوعا و عاشورا بود. طالقانی به من تلفن کرد که شما حتما با تشریف بیارید و که شرکت بکنید در این تظاهرات هم تاسوعا هم عاشورا. گفتم که اولا اگر که از طرف ملت ایران به همگانی است باید که ما بنشینیم دور هم دور یه میزی صحبت بکنیم که شعارها چه باشه، عکسها چه باشه، مسائل چه باشه. من مخالف با این که علما شرکت بکنند و هر رهبری که از آقایون به عنوان مرجع تقلید و اینا میخواد صحبت بکنند بدونه که اسم خمینی خاص رو بیارم یا شریعت مداری یا دیگری موافقم، اما با این وضعیت گفتم من نمیرم و من شرکت نمیکنم. واقعا شرکت نکردم، البته صدیقم شرکت نکرد. اونا هم شرکت کردن، دیدن یه عکس مصدق یه کسی آورده بود، عکس کشیدن پایین آخوندم. شاه از راهپیمایی 2 روزه تاسوعا و عاشورا تکان خورده بود، اما به گفته احسان نراقی علت این تظاهرات را نمیدانست. عاشورا تاسوعا که بعد رفتیم و باش صحبت کردیم که مداخله ارتش نباشه اونها، بعدش گفتم قربان من رفتم صبح زود با همسرم رفتم در شهر، دیدم در تمام دیوارهای خیابان شاهرزای اون زمان زبان انقلاب حالا شعارها نوشته بود درست مثل یک اقیانوسی که امواجش میاد به ساحل و با خودش هرچ در دریا داره میاره بعد بر میگرده. این من دیدم به در دیوار نوشته بود. بغض عجیب ملی شدید برای شما و خاندان و پهلوی و رژیم و اینا. گفت بله به ما گفتن، گزارش دادن. خب میگم نمیدونست که این چی شده که به این وضع در آمده، متوجه نبود. هی میگفتش که مثلا اینا که مردم مرفهی هم چرا با شنیدیم زنم و پالتو پوست رفتن تو تظاهرات یا چی میگن. مثلا خیال میکرد که حتما تظاهر کننده باید آدم فقیری باشه. میگفت اینا که مرفهن چی میگن، یعنی ظرفیت هضم این وقایع رو نداشت. اما برای آیت الله خمینی راه پیمایی تاسوعا و عاشورا همه پرسی بود علیه نظام سلطنت و در حمایت از رهبری او. وی میکوشید تا در پیام‌های خود سیاست حکومت اسلامی مورد نظر خود را بیان دارد. آزادی حق مردم است. استقلال یک مملکت حق یک اهل مملکت است که طلب استقلال بکنند در مملکت. نباید هی در حبسش کنند، نباید جلوش را بگیرند که حرف نزن، بیخی یه روز را فشار بدن که نباید کلمه حرف بزنی، قلمش را بشکنن که نباید بنویسی. قلم ها را اینا شکستن، قدم ها را شکستن در این 50 سال. حبس ها پر بود از اشخاصی که آزادی میخواستن در این 50 سال. حالا قیام کردند و حقوق واضح ملی خودشون را، اون که از حقوق بشر است و از اولین حقوق بشر است، آزادی، استقلال، حکومت عدل، اینو میخوان مردم. آیت الله خمینی بر این نکته هم تأکید میکرد که اسلام با تمدن جدید مخالف نیست. گفته میشد که ما میخواییم مملکت را به عقب برگردانی. این مطلب بود است که شاه برای اینکه دست و پا بزند و خلاص بشد از این گرفتاری که دارد منتشر کرده. ما با جمیع آثار تمدن موافقیم و مایلیم که مملکت ما مجهز بشد به جمیع آثار تمدن، لکن نه به اون طور که شاه عمل کرد. شاه تمام آثار تمدن را در ایران به یک آثار فاسد کننده مفسد در آورد. سینماها را محل فساد درست کرد، اخلاق جوانهای ما را فاسد کرد، مراکز فحشا را زیاد کرد
مراکزی که جوانهای ما را عادت به چیزهای باطل مثل هروئین می کند زیاد کرد و ما با اینها مخالفیم و اما با آثار تمدن و پیشروی به هیچ وجه مخالف نیستیم، با پیشروی های شاه مخالفیم. در پاریس آیت الله خمینی تشکیل حکومت اسلامی را حتمی می دانست و در تهران شاه در جستجوی کسی بود که زمام حکومت را به دست گیرد.